برنامه رو دوباره ادامه میدیم با صحبت‌های بسیار شیرین و جالب آقای بروشی، حاج مصطفی بروشی که عموی جوان‌ترین عموی من هستن. اگر می‌خواین از جایی به خصوصی شروع بفرمایید، شما برحال بفرمایید. هرچونم بزرگ شما خاطرات بسیار زیاده، ولی یکی از کارهای خوب قدیمی ها این بود که خانواده دور هم بودن، تو یه خونه زندگی میکردن. باور بفرمایید صبح که بلند میشدیم اگه تعطیل بود، حیات ما یه عده دخترها شروع میکردن بازی کردن با نمیدونم جغل دقل و نمیدونم بازی کردن با پا میزدن، خط بازی و حرفا پله بازی میکردن، نمیدونم چی کار بازی میکردن. پسرها میرفتن به والیبال بازی، و وقتی توپ نبود، توپ مصنوعی درست کرده بودن با لاستیک، موسی ها بسرشن درست کرده بود با لاستیک، با لاستیک دو شرقه و لاستیک های این توپ درست میکردن، با اینا بازی میکردن. سر و صدا قوغا تو خونه بود، در رو که باز میکردی میفهمیدی که این خونه زندن همه. بنابراین یکی از مختصات خانواده های قدیم به خصوص در عراق این بود که خونه هاشون رو طوری میساختن که سه طرفش یورت داشته باشه، یعنی خانه مسکن داشته باشه برای نشستن. عروس و داماد و خانواده بود و دو هم دعواشو میشد و هم تماشایی بود، از بالا یکی داد میکرد، از پایین یکی داد میکرد، خلاصه تا مرد وارد خونه میشد یه ساکت میشد خونه. از کارهای خوبش این بود که موقعی که مردا میامدن خونه، سرپرست خانواده میامد حاجه ها میامد خونه تماشایی. بعد این من ترکیب یه منزل عراقی خانواده‌ای بود. الان متاسفانه به محض اینکه دختره شوهر میکنه که میره، اون حالا جا داشت میبره، ولی پسره که زن میگیره از همه زودتر میره، الان دیگه نمونه توی خونه. بنابراین شدن یه مرد و زن اولش، آخرش هم میشن یه مرد و زن آخرش. و السلام علیکم و رحمت الله. خانواده ما متاسفانه از هم جدا شدن. خب باید هم جدا میشدن، برای اینکه بچه که بزرگ میشن بیشترشون، الان مثلا اخوی بزرگ من الان 5 تا پسر داره، 5 تاشون خارج از کشور، همه مقاماتی دارن، چه در انگلستان، چه در آمریکا، چه جای دیگه. و واقعا آقای الکس خان که ما قبلا میشون کنیم عباس آقای گل، الان هم الکس عباس بروچی، الکس عباس بروچی، ایشون در عراق هم که بود تا نرفته بود هنرمند بود و واقعا دنبال کارهای هنری بود که حالا باز خودش تعریفاشو بکنه. خب ادامه میدیم صحبتمونو با حاج آقا مصطفی بروچی، عموی جوانترین عموی من. و من واقعا خودم تا اونجایی که سنم هست و آشنایی داشتم با ایشون، خاطرات خیلی جالبی دارم. من یادم میاد عمو جان شما در وقتی همون حیاتی خونه ای رو که فرمودین ما توش همه بزرگ شدیم، یک قسمتی رو شما از طبقه بالا به دوم تمام کارهای الکترونیک رو میکرد، کارهای رادیو، اصلا میرفت از پایین یه دستگاهی درست کرده بود که با بالا ما صحبت میکردیم، بعد میگفتیم چه جوری این کارا رو میکرد. ایشون یه خلاقیت هایی در زمینه های مختلف داشتن که برای ما که مثلا 7-8 سالمون بود خیلی جالب بودیم. در واقع ما تمام آدینس شما بودیم، یا به صدا شاگردای شما بودیم. و عموصطفی خیلی تو این زمینه ها فعالیت داشت. خاطره از این جریان هست چه جوری اصلا اینو راه انداختی؟ من یادم میاد یادتون هست که رادیو و اینا راه انداخت. راجب این صحبت بفرمایید. ما که در کمبود اتاق داشتیم، یه دن از این اتاقا یک گنجه ای داشت در حدود 2 متر در 1 متر گنجه لباس بود. ما اینو تبدیلش کرده بودیم به آزمایشگاه فیلم برداری و ارسونم بزرگ، یه دن از آپارات درست کرده بودم خودم با دست که یه فیلمی رو 5 دقیقه مثلا میشدید با دست باز میچرخوندی فیلمه میامد. بعد برش میگردم یه رو مثلا از تیاره میاد پایین، برش میگردم از تیاره میرفت بالا. بعد یکی از کارهای خوبی که ما کردیم، تشویق کردیم بچه ها هنر یاد بگیره. یکی از هنرها اون وقت یاد گرفتن بعضی آلات موسیقی بود. دقیقاً خدا رحمتشونه، صادق آقا فلوت میزد. بله.
آقا مهدی سنتور میزد. اصلا آقا مهدی برادر بزرگ ایشون معروف بود به آقا مهدی سنتوری. فیلمش هم ساخت باقر آقا، شوهر من مهران خانم، پسر جعفر آقا آواز میخوند، صدای خیلی خوبی هم داشت، صدای خوب داشت. باعث شد دخترمو ما که میخواست عروسی کنه خواهش کرد از ما که حیات شما بزرگه ما عروسی رو بیاریم اینجا. گفتم مطرب اینو بخواد، مطرب نمیخواد، ما خودمون اداره کنیم همه اینا رو. و فروخانم هم کمی گوش کنه اینا رو خوبه. به هر صورت با این مراسم رو بسیار عالی اداره کردن، بدون اینکه دیناری بخوان پول موسیقی و این حرفا بدن. در اون موقع هم خیلی این بود، جالب بود که خانواده داشته باشن چیزا. بله. و یکی از دیگه از کارهای خوبمون ورزش بود. انواع و اقسام ورزش ها را بچه ها انجام میدادن تو خونه. و از اون بدتر هر بچه یه من رفیق داشت، رفیق چه میبردن خونه ما. خونه ما یه دفعه میدید 8 نفر 9 نفر غریبه بچه های محل اونجا مشغول بازی. و واقعا تفریح میکردن، تفریح داشتن در این مدت که بودن. به نظر من باعث بودم، یعنی بزرگترین فرزندی بودم که با اینا میتونستم سرگرم باشم. باعث شدم که همه شون الحمدلله هنرمند و در کار نقاشی و در کار سایه میتونستم. من یادم میاد همجور که فرمودین واقعا کارهایی که شما میکردی، خب ما اون موقع تو دنیای بچگی نمیدونستیم که، ولی واقعا وقتی که بزرگتر شدیم فهمیدیم که حاج آقا مصطفی چه تلنتی به قول امریکایی ها داشته، چه هوش و ذکاوتی داشتن و تکنولوژی اون موقع. اگر شما اینا رو در امریکا مطرح میکردی شاید الان بیل گیت دوم بودی به قول معروف. ولی ایشون در زمینه موسیقی و از تار خیلی خوب بزن، من یادم دیدیم نقاشی خیلی خوب میکرد که من خودم اصلا نقاشی رو از ایشون یاد گرفتم و نقاشی میکردم که به جایی رسید که من در تابلوامو میفروختم. حاج آقا نمیدونم خونه فامیل همه میخریدن اینا. ولی میخوام یه خود راجبه این تجربتون صحبت کنین، کارهای نقاشی و هنر چجوری شما اصلا اینا رو از مدل شما کی بود؟ هرچونم که بعد از اینکه پدر سبا آقای بیانی فوت کرد، یه خواستگاری برای خواهر بزرگ ما پیدا شد به نام آقای قریشی، خدا رحمتش کنه. پدر ایشون داشت از علی گودرز میامد عراق، بسیار آدم متدینی بود و یکی از کارهای قشنگی که نشون من داد سرمشق گرفتن بود. خوشنویسی را نه در حد عالی، ولی در حد این که من خطم خوب باشه از این مرد یاد گرفتم. و تا به من زنگ وارد میشد یه سرمخش برای من میگرفت که هنوز من یادمه. زهد با نیت پاک است نه با جامعه پاک. زهد با نیت پاک است، اینو برای من مینوشت. من از روش 50 خط 100 خط مینوشتم، بعد به من نمره میداد. نمرش هم این بود که دست میکرد جیبش، اون وقت نقل خیلی معروف بود، نقلای اصفهان. یه دونه دو تا نقل به من میداد، میگفت اینو بذار دهنت شیرین بشه. خدا رحمتش کنه. این باعث شد که من در خط خوب شدم، در نقاشی هم اصولا خودم علاقه داشتم. بله یادم میاد کارهای مینیاتور خیلی قشنگ میکشید شما. خودکار من یه مدتی در جوانی پیش شهاب خسروانی، خدا رحمتش کنه، پیش شهاب خسروانی بودم. شهاب خسروانی نقاشی های منو که میکشتم، یه خانومی که نشسته بود داشت قلیون میکشید، این خیلی واسم دیگه تجربه شده بود. هر دوست که عبارت میشد به اونجا یه دونه از اینه من میکشتم بهش قادو میدادم میبون، انقدر این خوشحال میشد از این نقاشه. برسول اینا همه گذشت و رفت. ولی نه من اتفاقا نگذشت حاج آقا، شما شاید مثلا ما که دوروبر شما بودیم اینا یه الگو شد برای ما که هر کدوم ما بگیم حاج آقا این کار رو میکرد پس منم بتونم نقاشی بکنم. و واقعا غیر مستقیم یا خلا مستقیم تحت تأثیر گذاشت روی همه ما که اطراف شما بوده. اینو واقعیت بگم، من یادم میاد میخوام یه مقدار افق و بینش حاج آقا رو مطرح کنم. من سال 1975 تصمیم گرفتم برم امریکا. با خیلی ها صحبت کردم، گفتم میخوام برید چه کار کنی اونجا، نمیم میری دراگی میشی فلان میشیدم. عمو جان یه روز که خونه ما بودن گفتم عمو جان من دارم تصمیم دارم برم امریکا و اینا.
گفت برو تا میتونی اونجا یاد بگیر. ببین خیلی مهمه ها، یعنی این همیشه تو ذهن من بوده آجاها، و این شما فکر میکنم برای بچه های دیگه هم همین الگو رو داشتین، همین چیز رو. راجب این مطلب یه خود صحبت بفرمایید. عرضم که عباسشون دلش میخواست که بره آمریکا و تحصیلاتش ادامه بده، من هم اون وقت مسئول اوقاف شیراز بودم، چون علاقه داشت به فیلم برداری و حرفا، ما یه مراسم بسیار خوبی داشتیم برای قرآن، خدا سلامتی بده به آقای شجریان. بله بله. آقای شجریان جز قاریان خوب قرآن بود و آمد در شیراز، آمد در شیراز و نفر اولم شد و بسیار خوب درخشید. این مراسم و مراسم از مراسم تعزیه داری و حرفا را عباس جان چند تا فیلم های قشنگ گرفت که این فیلم ها گل کرد تو تهران، رفقا خیلی استفاده کردن. یکم برای شما راهنمایی فهمیدن تو اوقاف گرفتیم، بله یکم برای اوقاف گرفتن، کارهای اوقاف، کارهایی که من در شیراز سازندگی شاه چراغ را تش بردن، در شاه چراغ آینه کاری های بسیار خوب جدید شده بود، اینا رو فیلم برداری کردن. عرضم حضورشون یه سرای به نام سرای مشیر در تهران، این قنریزی شده بود، یکی از عتیقه های ساختمان های شیراز بود. بله. اینو ما از اون حالت قنریزی خارجش کردیم و تبدیلش کردیم به صنایع دستی. برصورت خیلی زحمت کشید و همین فیلم برداری های اینجا باعث شد که آقا در فیلم دیگه متخصص کامل بشه. در واقعیتش همین بود. برفتن الحمدلله شما کردین. واقعا این تشویق های شما بود و من یادم میاد حتی عمو جان برای من یه باجتی از وزارت اوقاف گرفت، من اصلا حاضر بودم مجانی این کارو بکنم، ولی ایشون خیلی نه گفت چرا باید بیا قشنگ یه قرارداد برای من بشه، و این برای من که دانشجو بودم اون موقع و بس دارم کنه بیرید آمریکا شد این که من بیرید آمریکا شد. نه واقعا اصلا این خیلی خوب، بلکه خیلی ها میخوان استفاده کنن و اینا، ولی اون وقت سراسر دنیا را با 18,000 تومن میشه گرد دلار 7 تومنی دیگه بیرید آمریکا 20 تومن 15 تومن چقدر بود رفت و برگشت. بنابراین با اون وقت با الحمدلله موفق شد و الان هم خب اونجا دارای خانواده محترم هست و مثلا یه پسر و دختری انشالله یه وقت بیان ایران رو ببینن. خیلی دوست دارن بیان، خیلی دوست دارن، حیف واقعا اینا باز بیان کشور مادری پدریشون و پدریشون رو ببینن. عشبت که من یادم میاد که همین برنامه که فرمودن نمایشگاه خطی و قرآن به خصوص واقعا جالب بود، من ندیده بودم. بعد در این همین مراسمی که داشتن تمام این علائم مال تزیه داری علامت بهش میگن، بله علامت تمام اینها رو توی این جمع کرده بودن. سر مشی بود اونجا، جاش کجا بود؟ قوام. بله قوام جمع کرده بودن و این گروهی که اینجا کار میکردن و این برنامه ها رو اجرا میکردن، من هیچ موقع یادم سفره مینداختن از اینجا تا خود یه ماه همین چیزی 5 دفعه این سفره خالی میشد اینا. واقعا و مدیریتش با عمو جان بود و خب میگم خیلی این کار ساده ای نیست، شما 2 نفر رو میخوای بیای مهمونی کنی واقعا زحمت داره. و راجب این تجربه میخوای خودی صحبت بفرمایید که شما اصلا این منیجمنت رو چجوری راه انداختی؟ عرضم که من در عراق دبیر دبیرستان بودم، آشنا شدم با یه آقای به نام آقای باقی، خدا رحمتشون، ایشون رئیس اوقاف عراق بود. آقای باقی شهینه بودم من. آره. به علت اینکه یه من علاقه به کارهای مذهبی داشتم، ایشون منو دعوت کرد به اوقاف. بله. من آمدم به اوقاف، خیلی سریع در اوقاف ترقی کردم. یعنی بعد از 2 سال که در اوقاف عراق سمت حسابدار و معاون بودم، شدم مدیر استان لرستان. 5 سال 6 سال استان لرستان بودم که اونجا خدمات خوبی کردم. یکی از خدمات خوب من در استان لرستان تعمیر و بارگاه حضرت سید میر محمد که مورد علاقه هم لرستانی هاست، هم کردستانی ها و هم کرموشایی ها، یعنی هم برادران سنی اونجا رو میان زیارت میکنه هم شیعه هاست. این بارگاه رو من بسیار خوب تجلیل ساختمش که مورد پسند قرار گرفت و زائرینش بیشتر شد.
بعد از مدتی از استان خرم‌آباد من منتقل شدم استان فارس. استان فارس یکی از بزرگترین استان‌های ایران از لحاظ موقوفات، یعنی بی اغراق شاید یک سوم شهر موقوف است و حدود درآمدش بعد از استان تهران بزرگترین استان از لحاظ درآمد اوها و تمام موقوفاتش هم اطعام و تغذیه داری است. من خدا رحمت کنه حضرت آیت الله محلاتی را، من وقت از خدمتشون عرض کردم که آقا چطور این موقوفات را اطعام و تغذیه داری گذاشتن، فرمودن که یکی از کارهایی که باز کرد اینه که شکم مردم رو سیر کرد، بعد چهار کلمه دین را نشونشون داد. بنابراین شما باید اول یه غذایی درست کنید، مردم بیان بخورن، یاد بگیرن، بعد عادت کنن و انشالله در این کارها موفق بشن، در کارهای مذهبیشون. به نتیجه من 7-8 سالم اونجا بودم، فارس بودم. با انقلاب جمهوری اسلامی و عنایتی که آیت الله دستخیب و آیت الله محلاتی به من داشتن، من تنها مدیر کلی بودم که بعد از انقلاب در استان فارس مستقر شدم، موندم تا اینکه بعد از مدتی منتقل شدم به استان تهران و اینجا مسئول تهران شدم و تا آخر عمرم در تهران بودم. در تهران هم موجود خدماتی بودم، خدماتی کردم اینجا. در اول انقلاب که مردم علاقه داشتن به مسجد سازی، حسینی سازی، بی اغراق، خدا رحمت کنه آقای آل تومه را، ایشون گوینده بود، من جمع تهیه کننده لوازم ساخت این مساجد حسینی ها بودم و مردم کمک کننده این ساخت. بیشتر محلات تهران صاحب حسینی ها و مسجد شدن در این مدت که من در تهران بودم. حالا هم که بازنشست شدن، دوره دوم بازنشستگی این را توفیقم بیشتر شد، آمدم شدم بیمارستان ساز. دو تا بیمارستان ساختم و بیمارستان اداره کردم و موفق بودم. الانم با اجازتون در سن 83 سال و 3 ماه و خورده ای بنده هنوز در بیمارستان خیریه سوم شعبان خدمت میکنم که اینجا یه حسنی که داره این است که هیچ کس به عنوان این که پول نداره محروم از درمان نمیاد بیرون از اینجا. خیلی بی‌نظیره. بعد از کارها نشستم مردم رو معالجه میکنه، آماده میکنه برای معالجه و پزشکان بسیار خوب داره. به یکی از بیمارستانه که از قبل از انقلاب بوده است و الان از بیمارستان های خوب انقلاب است. برصد تو انقلاب هم بیکار ننشستیم و داریم کار میکنیم و دفتری داریم ما که این دفتر نظارت میکنه و کل خیریه های ایران اونجا، خیریه های ایران رو ما کمکشون میکنیم که این کارا انجام بشه. موقوفاتی خودمون داریم که الحمدلله موقوفات هم کارایی دارن. یکی از موقوفاتش که فقط به حرف نگذشته، واقفش گفته که از درآمد این جوانهای بی بضاعت را بیارید کار فن نشونشون بدید. و الان ما کلاس‌های فناوریمون که یکی از برادرای شما مثل معهود هم مثل آمده اونجا دیده توی این کلاس ما هر چند روزی آقای مرجان مدتی سرپرست اونجا بود، این قسمتهایش بود، هر چند ماهی یه دفعه این فارغ التحصیلاش الان کامپیوتر را تمام ایناشو داره، دوره هاشو داره. عرض کنم اخیراً من دیدم که موبایل کار بسیار زیباییست، جوان ها را اجازه گرفتیم از سازمان فنی و حرفه‌ای کلاس موبایل هم گذاشتیم. بچه ها میرن اینجا دوره تعمیرات موبایل را در ظرف 80 ساعت میبینن، گواهی میگیرن، میرن سر کار. یکی از موقوفات بسیار خوب کشور ما هست. این کار هم داریم اداره میکنیم تا انشالله خدا کی بخواد ما از این دنیا دست بگیریم. من یه شمعی هم راجع به خانواده خودم بگم. عرض کنم بزرگ شما با اجازه پدرم، کمک پدر که نبود، مادرم، من با دختر داییم که داییم از
مردان بسیار خوب عراق بود و ورزشکار بودن، خودش، برادرش، اون برادرش تاجر فرش بود، با ایشون ازدواج کردن. الان بیش از 55 ساله، 55 ساله ما با هم ازدواج کردیم. نتیجه ازدواج دو تا پسر، یه دختر. پسر بزرگم در کانادا مشغول است، دخترم هم اخیراً رفته به کانادا، پسر دومم رئیس تکنونیک سازمان زمینشناسی و به اصطلاح از اینا مدیران خوب این کشوره. اینا نتیجهش خانم من سالها مدیر مدرسه بود و زحمت میکشید تا 30 سال خدمت کرد، حالا بازنشست شده و در خدمتش هستیم. در خونه صبح ها که بلند میشیم بنده به ایشون میگم صبح بخیر، ایشون به بنده میگه صبح بخیر، شب ها موقع خواب میگم شب بخیر، ایشون هم به من میگه شب بخیر، هر که میره به اتاق خودش. الحمدلله زندگی خوبی تا حالا داشتیم، خانواده بسیار خوبی بودن. الحمدلله خدا رحمت کنه، پدرش فوت کرد، مادرش فوت کرد، خواهر داره اینجا خواهرشم فوت کرده، خواهرشم عراقه، ارسلان که شوهر خارشم که با جناق بنده هست الان در این جلسه، آقای میرجو کمک میکنه به آقای آلکس صدا بردار میده. خلاصه این، حالا اگه سوال دیگه من حالا اتفاقا میخواستم این رو بیشتر روش امفسایز بکنم، یا به قول ایرانی ها چیز بذارم تکیه بکنم. واقعا همجور که فرمودن منیجمنت ایشون و مدیریتش همین باعث به اصطلاح ترقی ایشون بوده، بتونه جابای مختلف رو، پوزیشن‌های مختلف رو در کاری که میکردن انجام بدن. مثلا همونجوری که فرمودن کار بیمارستان اصلا ربطی به اوقاف نداره، ولی اون منیجمنته که ایشون در خودشون به وجود آوردن و این همیشه خواستار داره، یعنی میخوان که مردم بدونن که مدیریته که واقعا میتونه یک گروهی رو به جلو ببره یا به عقب بیاره، یا ببره پایین یا ببره بالا. و من خیلی شنیدم در مورد مدیریت حجموی خودم که باعث افتخار هست که این کارها رو به نفع شایسته ای انجام. شما یه موقع مدیریت 3-4 تا بیمارستان رو داشتین و این واقعا دو تا برات هی عوض کرد. این خیلی مهم است. حالا من میخوام یه اشاره‌ای هم بکنم که خودم شاهد بودم وقتی رفته بودم شیراز، شما اون موقع مدیر کل اوقاف شیراز بودین، نماینده های از کشورهای عرب به خصوص عربستان سعودی اونجا بودن که در همین سرای مشهور که فرمودن اکسچنج به صدا گیفت میکردن. عموی من اونجا با همین نمیدونم نماینده دقیقاً خاطرم چه بودن، اون راجبه یه مطلبی بگن. هرچنم که مهمانایی که وارد ایران میشدن جنبه مذهبی اگه داشتن اشاره میشد که تخت شمشیر رو برن دیدن کنن. وقتی وارد شیراز میشدن اکثرا مهماندارشون بنده بودن و اینا رو میبردن شاه چراغ و مراکز مذهبی ایران رو از نزدیک میدیدن. من جمله آقای وزیر اوقاف عراق که تشریف بردن خیلی خوشش آمد از جمع‌آوری اعاناتی که در این ذریعه ها میریزه، پیشنهاد کرد که من برم به عراق. اون وقتم صدام علیه و علیه اونجا بود. پیشنهاد کرد که من برم عربستان عراق و این را در ذریعه متقدس حضرت امام حسین و حضرت عباس انجام بده. یه 5 روزی رفتیم اونجا و موفق نشدیم مال امام حسین را، برای اینکه مشکلاتی داشت، ولی مال حضرت عباس را یک کارایی واسش کردیم و خیلی خوشحال شدم که من موفق شدم اونجا. خیلی برای من توفیقی بود که اولا سردابه را رفتم از پایین دیدم، دیدم مرتد مطهر حضرت عباس در یه 20-30 تا پلده میخوره میره نزدیک یه آبی که محروم به علقمه هست، در اونجا قرار گرفته. اونو من زیارت کردم که از توفیقات بسیار خوب این بود. به هر صورت مهماندار این خارجی ها که بودیم، مثلا یه آقای آمد به نام ارسونم بزرگ شما رئیس رابطت الاسلامی که زادگاهش در مکه بود، ما هم یه عده از روحانیون رو دعوت کرده بودیم بردن فرودگاه. یه دفعه من دیدم این آقا که پیاده شد، اول لباس شخصی یک دختر خانم بلند بلوندی هم همراه شد.
خوشگله. من یادم آره. کاری که کردم، تنها کاری کردم مترجم عربی اون را گفتم اون دختر خانم از آقا جدا کن، بر اون بر آقا رو بیار تو پاویون. و ما جلو آقایون روحانیون بعد این نشیم آقا باعث بشه. و اون آقا آمد چقدر خوشش آمد از شیراز، چقدر گردش خوبی کرد و رفت. برشت بودیم آقا تو این کارا کمک میکردیم الحمدلله. واقعا من خودم تو همین برنامه‌ای که میگین، تو مهمونی که شما داده بودین برای همین به اصطلاح شخصیتی که از عربستان استفاده بودم، منم بودم اونجا نهار خیلی توی همین و سخنرانی دو طرفه. و این واقعا برای من که اون موقع دانشجو بودم باعث افتخار بود و همیشه هم هست که عموی من به اصطلاح هست همچین شخصیت هایی بودن در این اموری که در دستشون بود. برای چی شدم حالا ما یه دستن اینجا توی همین مجلس نشستن، اگر بخوایم یک بریکی برداریم باز دوباره اوکی. قبل از اینکه بریک برداریم، حاج آقا یک نکته دارن راجع به این عکس که میخوان صحبت بکنن. بفهمید که حاج آقا این راجع من نگاه می‌دارم عکس شما اشاره دارم. عرض کنم به حضور شما در این عکس به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، پدر بزرگ مادری آقای الکس و پدر بزرگ پدری آقای الکس وجود داره. به این صورت ایشون آقای حاج توسلی، حاج احمد توسلی که ناگزیرم بگم اولین کسی که تو عراق کارخانه آورد نصب کرد این مرد بود. کارخانه کربیت آذر، کربیت سازی عراق ایشون نصب. و تمام ما بچه ها میرفتیم روزا اونجا، یکی 5000 یه تومن به اون میدادن واسه شون جعبه کربیت پر میکردن. از تم زدنش بود از چند شد همه کارا تمام خیلی جالب. و از مردان سازنده عراق بود. وسط آقای این هست حجازی که برادر خانم آقای تاش توسلیش و از مردان بسیار خوب و متدینش کاشان بود که بعدا من در کاشان که زیارت کردم جایگاه بسیار بالایی داشتشون. و یکی از پسرهاییشون آمد دختر خواهرشم گرفت، فخری خانم که شوهرش آقای الان حجازیست. ضمناً هاش توسلی شیش داد پسر داشت، پدر بزرگ مادریشون پر اولاد بود و خونه شون تماشایی بود. یه خونه داشت، یه خونه بزرگ داشت که واقعا هیچ وقت من سفره هاش توسلی کمتر از 15 نفر روش ندیدم. هاش خانم میشست یه طرفش، هاش آقام خودش پذیرایی میکرد. واقعا از وسط از بلند میشد پیرمرد با اون حالتش بلند شد دونه دونه را قضا میکشید و قضا میکرد. چایی میداد اصلا خودش چایی رو کنترل اصلا اصلا خونه اونا از خونه ما این تر بود. بعد یه خاطره خوبی مزو خونه دارم. این خونه دو در بود، یکی تو خیابون داشت یکی تو کوچه و سراسر خیابون این خونه ادامه داشت. متاسفانه یه زمین 20 متری 40 متری اونجا بود، همیشه درش بسته بود. ما تعجب میکردیم این چرا درش بسته است. یه رو رفتیم دره رو شکستیم، رفتیم تو دیدیم قبر چند نفر اونجا. معلوم شد که مال همشهر اینای باهایی هستن اونجا. این خونه هم در این مجاورت خونه هاش توسلی بود. بعد داخل آب گذر رو بفرمایید که بله؟ می آمدن آب می بردن از اون خونه. بعد یه ویراب آب داشت اونجا که مردم می آمدن از اونجا آب می بردن. بعد آقازاده بزرگ ایشون آقا جواد خدا رحمتش کنه کارخونه را ایشون اداره میکرد. آقازاده دومش که از همشون با فکرتر بود و زرنگتر بود تجارت بازار را داشت. آقازاده بعدیشون حسن داداش با ما همکار بود و شد دبیر دبیرستانهای عراق و سالها مدیر بود و خدا رحمتش کنه. از اونم چند تا بچه های خوب مونده که الحمدلله همه مشهوره. آقازاده سومه چهارمش حسین توسلی. این حسین توسلی از اونایش که ورزش کشتی را تو عراق آورد و باعث شد که کشتی قهرمانی سال را گذاشتن تو عراق.
که تمام شهرها ورزشکاراشون آمدن عراق، من جمله عربا آمدن، دو تا برادر عرب بودن که از کشتیگیرای خوب ایران بودن، از مشهد آمدن که قهرمان شد کشتیگیرشون. عکساش هم حالا من دارم نشون میدم. بسیار بسیار کشتیگیر بسیار خوب بود. پشت سرش یه پسر داشت که با ما همسال و همسن بود و جوانی فوت کرد به نام میرزا، بچه بسیار خوب، دانشمند بسیار خوب، فهمیده، اون فوت کرد. پسر آخری، یکی با آخر مونده شنم، باز آقا موسا بودنم، باز با ما هم کلاس بود که کشتیگیر بودنم، تو تیم کشتی بود. بعد آخرین پسرش هم محمد آقاست که در آلمان ساکنه و الحمدلله اونم دارای چند بچه؟ دو تا پسر ماشاءالله دو تا پسر داره. این خاندان پدری مادری ایشون، بنابراین دو کس، از دو کس دارد این آقا نشان. در طبعا من آجا آقا وقتی نگاه میکردم به عکسایی که شما نشون دادین و خیلی برای من جالب بود، من فکر نمیکنم کسی تو خانواده دیده بودن تیم کشتی دبیرستان پهلوی یا سمسامی بود فکر کنم، کشتی قهرمانی دیدم حاج آقا مصطفی اونجا بالا وایساده. بعد من نگاه کردم گفتم این شماره 12ام یا 11ام دایی من موسی توسلی بودن، گفتم ای شما مگه یه مدرسه میرفتید؟ ولی عجیب بود که ما این کشتی بیوز بله. بود همه در بدون بس بله. 48 کیلو تا 90 کیلو هم کشتی گرفت. من نمیدونستم شما تو کار کشتی هم بودی. اول وقتی این عکس رو دیدم متوجه شدم و در ایشون در همینجور که اول برنامه گفتیم در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، موسیقی غیر و فعالیت داشته و این جریان ورزش رو برای من خیلی جالب بود تو این عکس. این حالا نشون میدیم عکس رو که ببینین که چه فعالیتی داشتن. چند نفر از اقوام اینجا هستن، اگر سوالی داشته باشن، خاطری داشته باشن با حاج آقا، اگر میخواین مطرح بفرمایید که ما این برنامه رو یواش یواش به پایان برسونیم، میکروفون در اختیار شماست. سوالی داشته باشین؟ حالا سوالتون رو بگید، حاج آقا سوال رو تکرار میکنم. میخواستم بگم که این فامیلی بونورچی اول اسدزاده بود دیگه. بله، پدرش چی شد که اسدزاده، یا میگفتن اسدزاده بونورچی یا اسدزاده جدا بود و بونورچی جدا؟ در گذشته که می اومدن سوال تکرار بفهمید که بینندگان بدونن کسی سوالی بود. مهران خانم دختر بزرگ اخوی دوم ما محمد آقاش که تشریف دارن تو جلسه، ایشون سوال می‌فرمایند که فامیل اصلی بلورچی اسدزاده بوده است. عرض می‌کنم که پدر بزرگ ما به نام حاج اسدالله بوده. در گذشته وقتی می‌اومدن شناسنامه بدن می‌گفتن بابات چیه؟ می‌گفتی اسد اسدالله، می‌گفت خب بذار اسدزاده، اسد می‌گفت، اسد می‌گفت بذار اسدزاده. اکثر اینطور بود. بعد در زمانی که پدر ما کاسب شد، کسبش کسب بلور بود. بله. در عراق منحصر بود، بلور فروش بود و اجناس بلور چون میفروخت معروف شد به بلورچی، یعنی بلور فروش. در واقع فامیلی بلورچی از اونجا میاد؟ از اونجا گرفته. ولی اصلش اسدزاده بلورچی بود. اصلش. خیلی متشکر. سوال دیگه ای هست؟ اول آقا شما خاطره ای دارین میخواییم بپرسیم؟ به هر من میدونم که همونجور که حاج آقا فرمودن اول داستان و خاطرات خیلی زیاد است و واقعا نمیخوایم ایشون رو خسته بکنیم. ایشالا در برنامه های بعدی باز مزاحمش میخواهیم شد و واقعا میخوام تشکر کنم از وقتی رو که در اختیار من قرار داشتین و واقعا میگم همونجور اول برنامه گفتم وقتی به اما جا گفتم یه همچین کاری بکنیم خیلی استقبال کردن. این باز نشون میده اون افق فکری ایشون رو که واقعا خودش رو محدود نمی کنه، بگه نه حالا من یه چیزی بگم اشتباه میگم فلان میگم، و این نشون میده همینجور که خدمتون گفتم ایشون همیشه اوپن هستن، باز هستن راجع به مسائل مختلف صحبت بکنن. و من میخوام اینجا تشکر کنم از وقتی که بوده و قبل از اینکه پایان برسونیم این برنامه رو، اگر صحبت دیگه ای داشته باشین بفهمین که این برنامه رو من میخوام یه پیام بدم به خواهرزادام، برادرزادام در خارج از کشور هر کجا هستن. کشور ما ایران است، زادگاه ما ایران است، خاک ایران را مقدس بدانید و سعی کنید که
ایرانی باشید، هر کجا هستید، برای اینکه حالا سالهاست در آمریکا زندگی میکنید، سالهاست در کانادا زندگی میکنید، سالهاست در آلمان زندگی میکنید، یه حمید جون که آمده بود از انگلستان، من خیلی خوشحالم. برادر کوچیکت آمده بود اینجا، میگم من دلم میخواد بیام ایران بازنشستم، بیام ایران زندگی کنم. گفتم واقعا باز شما اصلا باز میرفتید اونجا درس میخوندید برمیگشتید، نتیجه‌اش تو کشور ما استفاده میکردیم از شما. بنابراین همه تون انشالله سالم باشید، خودتون، بچهاتون، نوهاتون و انشالله سالهای سال نتیجه هاتون به قول اگه داشته باشن انشالله، انشالله همه با هم انشالله یاد داشته باشید از ایران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با تشکر از آقای حاج مصطفی بروچی، عموی من، که واقعا باعث افتخاره که من پلش نشستم و واقعا این خاطراتی که گفتن فکر میکنم که خیلی ارزنده است و همچی چیزی رو همونجور که اول برنامه هم گفتیم نداشتیم و امیدوارم که سالهای سال سلامت با سلامت و همین ادامه بدین فعالیت‌های خودتون رو و همیشه مورد به قول امریکایی‌ها میگن رول مدل ما باشین. رول مدل یعنی نمیشه شجره نامه شد. خیلی خیلی جالب بود و همیشه ما این رو اونجا سعی خواهیم کرد درست کنیم و زیرنویس انگلیسی هم براش میذارم که بچه‌ها ببینن و لذت ببرن و بدونن که خانواده بروچی به هر حال اصل و نسبی داشته و به این ترتیب ما بزرگ شدیم. یه سفارش هم به شما دارم، انشالله رفتی بگرد دو کار، یکی اون عکسایی که فیلمایی که در شیراز برای من گرفتی، یکی شما از تعزیه عراق که منحصر به فرد و متاسفانه بیجهت حذفش کرده. الان همین کار رو تو کنسار میکنن، تو یزد میکنن، ولی اونجا این بازاری که ما داشتیم و این تعزیه می اومد از این بازار رد می شد، یه سینمایی بود. مریم جو برای تو بگم که نیده بود اینا رو. مثلا حضرت مسلم دو تا پسر داشت، خدا رحمتشون کنه. این دو تا پسر وقتی از مدینه در آمدن تا شهید شدن، جا به جا اینا پشت سر هم می آمدن، بینشون علامت و این می ذاشتن. مثلا یه کارگردانی خاصی داشتن، دو تا با هم پسر شبیه هم انتخاب می شدن بچه ها. دو تا اولی می گفتن ما از مدینه می خواهم بریم اینجا، حضرت مسلم در این هست در کوفه هست، ما ببینمش در کوفه. به عشق دیدن پدر می آمدن به کوفه، میان در کوفه گرفتار می شن، گرفتارشون رو نشون میده، دو نفر میامدن میگرفتنشون، بعد میبردن میکشتنشون، باز نشون داده میشد، باز میداختن سرشون در تنور خوری اونا نشون میدادن. یعنی یه فیلم کامل از حضرت دو طفلان مسلم بود. به این مناسبت از شهید شدن حضرت عباس، از شهید شدن حضرت علی اکبر، از شهید شدن حضرت علی اصغر، همه اینا رو تیکه به تیکه یه بازار دو کیلومتری دو طرفش ها طبقه بندی میکردن، سه نفره چهار نفره پشت سر هم مینشستن، زن و مرد مینشستن تا میدن. وقت دستان دو قسمت داشتن، یکی دستای قلعه بود، یکی دستای حصار. نه روز اول محرم، اول صبح قلعه میامد، بعد بعد از ظهر حصار، روز قتل که روز دهم بود دسته حصار اول میامد، بعد دسته قلعه. اون وقت اینا با هم رقابت داشتن، بهترین تعزیه خون، بهترین شبیه خون، بهترین بوینده، بهترین با شطور و داد و بیداد، خیلی با انقدر قشنگ حاج عباس اینا برسونه به من، من توضیحش میکنم، تشریحش میکنم. به واقعا بفرمایید که در همین به اصطلاح این برنامه‌ای که اجرا می‌شد، آقای دایی عباس من هم اینا فعال بودن، اونا هم بخشش رو بفهمید. هر چون هم بزرگ شما دایی عباس اموشن هم بله، خیلی اینا اکتیف بودن، یادم من تو دسته قلعه خدا رحمت کنه آقای امین‌ها بودن، دو برادر آقای مهدی امین، محمد تقی امین، دو تا دایی های ما بودن که یه دایی ما این خاطره هم واسه هم بگیم. یه روز ما گفتیم دایی ما رو نمیبرید تو این تعزیه کاری بدیم، گفت بیا امروز بشوش نش. میدونید نش یعنی چه؟ نش یعنی این که شما روی تابوتی میخوابی،
اونم نه تابوت، یه چیزی که مثل تابوت بود که من با اینکه قدم هم کوچیک بود نصف هم بیرون از اینجا بود. اون وقت سراسر این بازار منم میبردم، من باشی دستامو بازو بسته میکردم، سر زیر، سرم هم پایینتر از تنم بود، سرم هم پایینتر از تنم بود. بعد اون تب بلندم کردن نمیتونستم راه برم، نمیتونستم حرف بزنم، گرسنه‌ام هم بود، پاش خوش شده بوده، ولی یه چیزهای دیگه هم داشتم که مونده بود تو بدنم. خلاصه نجبود نفره بشیم ما تو این تذیر، اینم تذیر داریم ما که بود. ولی واقعا حالا من یادم ما 7-8 سالمون بود، واقعا یکی از زیباترین تذیرهایی که بود اون موقع در عراق اجرا میشد. و دو مرحله همچی که فهمیدن که بعد از صبح بود دست قله، بعد از ظهر و همینچین لباسا و طرحی و مثلا خیلی اصلا واقعا الان همچی کاری بخوام بکنن حاجم الان بخوام بکنن خیلی مخارج داره. یکی از لطمه ای که خورده اینا این وسایل از بین رفته، بلونش کجاست، علامت های عتیقت، کلاغود های عتیقت، سپر های عتیقت، شمشیر های عتیقت، اینا همه بود. بعد خانواده ما هم در این کار مزعین بودن، نصف بیشتر مال محل قلعه از کررود آمده بود، از خاندان ما آورده بودن. اونجا چیزم بود، علمی هم بود، میگفتن علم غیبی، واقعا غیب میشد. به هر حال این برنامه‌ای که اجرا میشد همینجور که خدمت گفتم یکی از زیباترین تذیه‌ای بود که من تا اون موقع دیده بودم. و وقتی هم حالا به قول معروف فلش بک میزنه، اینکه واقعا چقدر زحمت میکشیدن، چقدر کار داشت، یعنی یه کاری از 6-7 ماه جلوتر این برنامه ریزی میکردن که این کار رو انجام بدم. به هر حال خیلی خوشحالم باز دوباره که عمو جان این فرصت رو به ما دادن و امیدوارم که همیشه سالم و خوب باشین و ما بتونیم در برنامه‌های بعدی باز از شما استفاده بکنیم. خیلی متشکرم.